دوستان گرامی سلام میکنم خدمتون امیدوارم که سلام من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید ما از سیزده جلسه پیش یه درسایی رو بر اساس تورات شروع کردیم در سیزده جلسه اول ما یک بررسی موضوعی داشتیم و در کنارش کتاب های تورات رو خدمتون معرفی کردم پس چند جلسه روی پیدایش وقت گذاشتیم چند جلسه خروج لاویان اعداد و بالاخره تصنیه رو در جلسه گذشته خدمتتون نکات بارزش رو و تقسیم بندی های طبیعی اون کتاب رو خدمتتون گفتم و ما از این جلسه به اونور این کل این درس ها 26 جلسه هستش و از این جلسه به اونور ما شروع میکنیم یه سری موضوعاتی رو در تورات بهش خواهیم پرداخت با استفاده از تورات و خودمون رو محدود میخوایم بکنیم به پنجتا کتاب اول کتاب مقدس و تورات پر از مطلبای مختلف هست و خیلی چیزا به ما یاد میتونه بده راجع به خلقت راجع به زمین راجع به گناه راجع به خدا و غیره و به خاطر واقعا وقتی که ما نداریم سیزده جلسه بیشتر نداریم که به این موضوعات من چند تا موضوع رو میخوام در این درس های آینده نگذشته خدمتون خواهم گفت یکی راجب الهیات تورات راجب خدا به ما چه یاد میده و اگر که من فقط تورات داشته باشم راجب خدا چه چیزایی میتونم یاد بگیرم و مکاشفه کتاب مقدس مکاشفه پیش ای هست و اون مکاشفه کامل رو ما در عیسی مسیح مشاهده می ولی تورات هم خیلی چیزا راجع به خدا به ما میگه و خوبه که بهش دقت بکنیم و از تورات بشنویم و یاد بگیریم دو جلسه بعد از این رو ما راجع به نام های خدا و اون جوری که خدا خودش رو با نام های مختلف بیشتر یه جلسه نمیدونم حالا بعد ببینیم که چجوری طول میکشه ما راجع به نام های خدا صحبت خواهیم کرد بعد راجب به خیمه و اساس کار خیمه که توی خروج یک سوم کتاب خروج راجع به خیمه هستش و این خیمه چیه؟ چه کار داری میکنه؟ به چه دردی میخوره؟ جریانش چیه؟ نشانگر چیه هستش اینا؟ صحبت خواهیم کرد راجب قربانی ها صحبت میکنیم تمام کتاب لاویان راجب قربانیه پس خوبه که راجب قربانی ها بدونیم انواعشون، کاراشون جریان چی چیه؟ چه چیزی رو داره قربانی های کتاب مقدس ما یاد میده و راجب به عهد صحبت خواهیم کرد و راجع به این ما وقت بیشتری خواهیم گذاشت چون عهد اصلی ترین قسمت این کتاب ها هستش و مسئله اصلی عهدیه که خدا با انسان ها میبنده و بعدها این عهد دو بار دیگه تکرار میشه یک بار با داوود و در روز آخر هم عهد جدید اون پیمان مقدس خدا با ما به وسیله پسر حبیبش عیسی مسیح پس عهد و فیضی که پشت سر عهد هستش خیلی مهمه و زمانی که ما بشناسیم و یاد بگیریم و دقت بکنیم در تورات و این مسئله عهد اون کار عیسی مسیح برای ما معناش خیلی بهتر باز خواهد شد و عهد میاد ما رو میخواد در رابطه با خدا قرار بده خدایی که عهد میبنده پیمان گذاره با ما انسانهای عهد شکن و پیمان شکن رابطه ما با خدا باید چگونه باشه پس یک جلسه راجب اطاعت صحبت خواهیم کرد در تورات به ما راجع به اطاعت و رابطه اون با خدا چی میگه دوستی ما با خدا باید چگونه باشه چه حد و مرزایی چه چارچوبایی داره و بعد چهار جلسه آخر رو ما راجع به زندگی زندگی در زیر سایه خدا زندگی به عنوان شخصی که قوم خدا هستش ملک خاص خدا هستش برگزیده هستش زندگی به عنوان یک انسان ایماندار در تورات نگاه خواهیم کرد راجب به خانواده صحبت خواهیم کرد راجع به ازدواج صحبت خواهیم کرد و اون تعلیمی که تورات راجب به خانواده و زندگی و ازدواج ما میده و در آخر ما راجب به زن و مرد صحبت خواهیم کرد که همسر و شوهر و زن اینا باید چه رابطه با هم داشته باشن چگونه هستش و اینها در مضمون خانواده و ازدواج و در مضمون اجتماع اینها باید چگونه باشه من دوست دارم اینو بهتون بگم که در ذهنتون باشه که ما در این جلسات آینده به چه خواهیم اندیشید پس حالا بیایید با هم دیگه دعا بکنیم و راجب الهیات تورات با هم تفکر خواهیم کرد پدر آسمانی تو رو شکر میکنم به خاطر تورات تو رو شکر میکنم به خاطر الهیاتی که ما از تورات یاد میگیریم و اینکه تورات میتونه ما کمک بکنه که تو رو بهتر بشناسیم پس خداوندا به ما کمک بکن که ما دقیقا حرفی که تو میخوایی ما یاد بگیریم و بشنویم و یاد بگیریم و تو رو بهتر بشناسیم تا بتونیم تو رو خدمت بکنیم به نام ایسای مسیح آمین خب الهیات تورات قبل از هر چیزی به ما یاد میده که خدا متعاله خدا آن ببینید ما در اقوام اون زمان اسطوره داشتیم داستان هایی داشتیم که به اساس اون داستان ها اقوام میخواستن که توضیح بدن این بقایی که دوره برشون داری میفته پس اگر که برف میاد به خاطر اینه که مثلا اون طرف داره دعوا میکنه و لاحافش رو پاره میشه و برف پنبهاش مثلا میاد اینه ما بچه بودیم میگفتیم یکی از اون اصوره هایی که به صورت خیلی بامزه هستش متل اینها ولی اگر که روز سیزدهم روز سیزه برف و تگرگ میاد یا بارون میاد این به خاطر که اون الهه باران و یه کارایی داره میکنه و این رو ما تو میتولوژی ایرانیمون داریم از میتولوژی ایرانی ما خیلی منبع زیاد در دستمون نیست و یه کاش که محققین و اون ایران شناسان بیشتر توی این قضیه تحقیق بکنن و اون میتولوژی ایرانی رو به ما یاد بدن ما میدونیم یه چیزایی ولی میتونه خیلی بیشتر یاد بگیریم ما راجع میتولوژی های بینال نهرین و روم باستان و یونان باستان خیلی بیشتر میدونیم و وقتی که ما میتولوژی های رو نگاه میکنیم مثلا اون داستان گلگمیش میشون میخونیم یا غیره یه چیزایی ما راجب خدا یاد میگیریم راجب خدا از دید اونها یاد میگیریم راجب قدرت ها از دید اونها یاد میگیریم ولی در کتاب مقدس خدایی که به ما معرفی میشه خدای کاملا متعالیست خدایی است که آندگر دگر است مقدس و با خدایان دیگه کاملا فرق میکنه ما در کتاب خروج فصل بیستم ده فرمان رو داریم و نگاه کنید به آیات چهار و پنج ده فرمان زمانی که ما را از بودسازی من میکنه دلیل چیه؟ میگه که صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است از اونجا پایین در زمین است و از اینجا در آب در زیر زمین است برای خود مساز چرا زیرا که من یهوه خدای تو می باشم خدا آندگره و اگر که از این فرمان خدا تخطی ورزیده بشه اون تنبیه میاد در کار و میگه که من خدای غیوری هستم و تنبیه میکنم پرستش خدایان دیگر پس من میشه و من شده به چه دلیل به دلیل اینکه خدا آن و هیچ چیزی ما نمیتونیم بیاییم و بگیم خدا به این شکل هستش در اقوام بود پرست. این البته خیلی ساده اندیشیه که ما بگیم طرف یک مجسمه درست میگن میگفت تو خدای من هستی این خیلی ساده اندیشیه اینا میگفتن این ما رو به یاد خدا میاندازه و مثلا در اقوام مصری گاو گاو, گاو میش چون اونجا رودخونه نیل بود و نیزار اینا بود گاومیش یه حیوان بسیار عظیم و قویه و بسیار هم مفیده گاومیش تو جنوب ایران هم داریم اهواز و دسفول و شوشتر و اوورا گاومیش پیدا میشه و بسیار حیوان عظیمیه بسیار قویه بسیار هم مفیده شیر بسیار چربی داره و خیلی هم میبندنش به گاری چندین خروار جنس میتونه جابجا جا بکنه و غیره و حالا وقتی که میان بوت میسازن بنی اسرائیل میان بوت گوساله درست میکنن و میگن که تو ذهنشون خدایی که انقدر برکت میده و خدایی که انقدر قویه و خدایی که انقدر کارایی بزرگ میکنه این گاف ما رو به یاد اون میندازه میگیم که همونجوری که این گاو قویه و برکت داره خدای ما هم قوی و برکت داره و خدا میگه این کار نکنید من کاملا فرق میکنم و شما حق ندارید که با این کارا منو بپرستید چون که با این کارتون دارید منو محدود میکنید و این کار رو نباید بکنید پس پرستش خدایان دیگر بوتها شبیه سازی خدا به جانوران من میشه در تصنیه فصل 27 ما میخونیم که این قضیه یک از لعنت ها هستش در فصل 27 وقتی که این لعنت ها داره از اون فصل 27 28, 28 27 و 28 لعنت ها داره میشه میگه که ملعون باد آیه 15 کسی که صورت تراشیده یا ریخته شده از صنعت دست کارگر که نزد خداوند مکروه است بسازد و مخفی نگاه دارد و تمام قوم در جواب بگویند آمین داره درباره ملعون ها صحبت میکنه میگه مردم بدونید که این کار لعنت آوره بس بودپرستی لعنت داره و این تفکر الهیات تورات به ما میگه که خدا خدای آندگره و به هیچ شب شبیه نیست حالا ما در تورات میبینیم که خدا همیشه به وسیله زمیر مذکر شخص سوم ازش یاد میشه و کلمات عبری یه پساوندی دارن که اون با پسوند مذکر همیشه از خدا استفاده میشه نامش آیا خدا از نظر جنسی مرده نره نه در زبان عبری ما زمیر و شخص خونسا نداریم در یونانی و در لاتین داریم که یه بعضی چیزها یا مذکرن یا معنیستن یا خونسا و ولی در زبان عبری و عربی ما نداریم یا مذکرن یا معنیستن چیزا و لذا نویسنده های عبری و منکی که به عبری صحبت میکنن مجبورن که یا زمیر مذکر استفاده کنن برای خدا یا زمیر است. تو فارسی ما راحتیم زبون فارسی زمیر مذکر و معنیس نداره ما جنسامون تفکیک جنسیتی نداره فقط دانشگاه تفکیک جنسیتی داره ولی زمایرمون نداره پس ما همه چی او هست و اگه بخوایم که تأکید بکنیم میگیم آن زن یا آن مرد یا آن درخت ولی بقیه همه او هست و زن مزمون مشخص میکنه که او برای مرد است یا برای زن ولی در تورات و در بقیه عهد عتیق و همچنین در عهد جدید برای خداوند از زمیر مذکر استفاده شده و مذکری که میدونیم خونسا هستش بهش به زبان انگلیسی میگن the masculine neuter و این در زبان قدیم انگلیسی بسیار بسیار استفاده میشد جدیدا این جنبش آزادی زنها و جنبش فمینیستی به درستی گفته که چرا وقتی که داریم صحبت میکنیم همش میگیم او برای همه و همش اوی مذکر رو استفاده میکنیم قبلا اگر که مثلا میخواستم بگن که یه جمله میخواستم بگن که یک دانش آموزی که درس بخونه موفق میشه میگفتن آن دانش آموز مردی مذکری که درس بخونه هی بول بی ساکسسفول و فمینیست ها گفتن چرا میگید هی؟ ممکنه دانشجوی دختر هم باشه درس بخونه اونم موفق بشه پس حالا بیشتر و بیشتر وقتی که تو دانشگاه غربی شما درس میخونید مثلا تو زبان انگلیسی وقتی دارید درس میخونید و اسی مینویسید مقاله مینویسید تلاش میشه که یک جوری بنویسیم که مذکر برای همه استفاده نکنیم جایی که مذکر استفاده میکنیم حتما باید سوژه اون صحبت ما مذکر باشه در این در غیر این صورت یا مذکر مهنس رو برم میذارن میگن هیشی آن زن یا آن مرد موفق خواهد شد یا میگن آن دانش آموز موفق خواهد شد حالا آن هر کی میخواه باشه پسر باشه دختر باشه در زبان کتاب مقدسی ما از تو ابری و در یونانی از مذکر استفاده میشه از زمیر مذکر ولی خدا هرگز به جنسیت مرد بودنش تاکید نشده هیچ وقت هیچ صحبتی راجع به جنسیت مذکر درباره خدا گفته نشده و باید ما بدونیم در زبونایی که مذکر مؤنث دارن فرانسوی یا آلمانی یا عربی یا عبری جنسیت گرامری الزامن جن، معنای جنسیتی نداره این رو ما باید بهش توجه بکنیم که خدا جنسیت نداره در مصریان و خدایان بین النهرین اینها جنسیت داشتند و الها بودند و الهه ها بودند و در هر کدوم از اینها اون موارد جنسیتیشون بسیار بارز بود مجسمهایی هایی که درست میکنن از اون سنم هایی که داشتند و اله و اله هایی که داشتند در معابد مصر و بین نهرین و یا یونان ما میبینیم که مردایی که اون مجسم های هاشون که مذکرن آلت های تناسلی بسیار بزرگی دارن و این میخواد نشون بده که اینها واقعا دیگه خیلی مردن یا میبینید زنا الهه ها چندین پستان دارن یا به طرز خاصی پستاناشون بزرگه دوی این که باز نشون بده که اینها الهه های باروری اون کار باروری رو دارن درست انجام میخوام بدن و اگر که به این خدا شما بچسبید از نظر باروری موفق خواهید شد یا غیره ولی در کتاب مقدس راجبه ارگان جنسی خدا اصلا صحبت نشده چرا که کتاب مقدس کاملا داره به ما میگه با اینکه ما از زمیره مذکر استفاده میکنیم ولی خدا جنس مرد نیستش مذکر بودن گرامری رو نمیشه که به عنوان جنسیت یهوه محسوب کرد ما در تورات از این بگذریم وارد یک مبحث دیگه بشیم در تورات ما درباره شخصیت خدا یاد میگیریم شخصیت خدا در تورات یک شخصیت بسیار یک دسته بسیار تغییرناپذیره و بسیار قابل اعتماده یهوه عوض نمیشه تغییر نمیکنه روش میشه حساب کرد مش میشه تکیه کرد یهوه این نیستش که امروز یه حرفی بزنه فردا حرفش رو عوض بکنه و میتونیم روی یهوه حساب باز بکنیم و او تغییر ناپذیره او مقدسه نکته دیگر پس خدا تغییر ناپذیری و یک دست بودن و غیر قابل تبدیل بودنه خدا رو ما در تورات میبینیم مقدس بودنش رو هم میبینیم و تورات بارها و بارها خدا خودش رو با این کلمات معرفی میکنه که من مقدس هستم مقدس باشی زیرا که من مقدس هستم و تمام چیزایی که با خدا ارتباط پیدا میکنند یا باید مقدس باشند یا باید مقدس بشن یا باید تقدیسشون کرد پس خیمه و قربانی اه, که بعدها راجبش صحبت خواهیم کرد اه, باید مقدس باشه قربانی کاری که میکنه که انسان ناپاک پاک بشه و مقدس بشه اه, مردم باید مقدس باشن اه, خو... خدا تقدیس میکنه یکی از نام های خدا که حالا بعدا باز با... دربارشون مفصل صحبت خواهیم کرد یکی از نام های خدا خدای مقدس کننده هستش و Uh, پس قدوسیت خدا uh, من این رو در این درس uh, چند جلسه پیش گفتم uh, مرکز سقل شخصیت اوست و uh, تورات به ما یاد میده که خدا مقدسه و بارها و بارها به عناوین مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم به یاد ما میاره که خدا مقدسه و مبادا که فراموش بکنیم مبادا که از یادمون بره که خدا مقدسه خدا فرق میکنه این آندگر بودنش تقدسشه این متعالی بودنش اینه که او با خدایان دیگر فرق میکنه و این نکته به نفع ما هستش که بهش دقت بکنیم چون اگر میخوایم با خدای کتاب مقدس ارتباط برقرار بکنیم باید بر اساس زوابطی که او معین میکنه باش صحبت بکنیم ببینید ما در زبان فارسی یک اصطلاحی داریم که خیلی استفاده میشه و من ازتون خواهش میخوام بکنم به عنوان دانشجوی کتاب مقدس شما از این اصطلاح استفاده نکنید ما تو زبان فارسی زیاد داریم فردی میگه اون خدایی که من میپرستم اینجوریه یعنی چه؟ یعنی اینکه من یه خدایی رو میپرستم که با این تعریف هایی که مکاشف هایی که شما دارید صحبت میکنید خیلی فرق میکنه و این غلطه اون خدایی که من میپرستم خدای واقعی نیست پس ما در زبون بشارتمون در زمانی که داریم صحبت میکنیم و کلام رو داریم اعلام میکنیم و درباره خدا صحبت میکنیم من فکر می کنم حق داشته باشیم و درست باشه که بگیم اون خدایی که من میپرسم این گونه است بلکه بعد بگیم خدای قادر مطلق خدای واقعی خدای کتاب مقدس این گونه هستش خدایی که مکشوف شده این گونه هستش و اون خدا کاملا مقدس کاملا متفاوته و نکته دیگر او محبت داره محبت فناناپذیر داره محبتی که به این زودی ها ته نمیکشه تمام نمیشه کلمه ابری که به کار رفته هم برای انسان رابطه انسان با خدا استفاده میشه هم رابطه خدا با انسان کلمه خسد هستش خسد یعنی دوستدار ها؟ پس هم خدا خسد هستش خدا ما رو دوست میداره ما رو محبت میکنه هم اگر دقت کرده باشید این یهودی های ارتودکس که کلاه میذارند و این گوشه موهاشون فر داره و معمولا لباساشون کتایش سیاه میپوشن بلند یا کوتاه مهم نیست ولی کلاه دارند و کت میپوشند می و ریش دارند و اینا به اینا یکی از کلمایی که استفاده میشه براشون میگن به اینا خسیدیم هستن خ... یعنی جمع خسدها ها هستن اینها دوستداران خدا هستن چون من خدا رو خیلی دوست دارم ظاهرم این شکلیه مثلا حالا خدا محبتش رو بارها و بارها در تورات نشون میده مثلا تو پیدایش فصل 19 ما یک چیزی رو مشاهده میکنیم بیایید پیدایش فصل 19 رو نگاه بکنید تو این دقایق پایانی فصل 19 داستان صدوم و اموره هستش آیه 19 میگه که موقع که لوت از شهر صدوم و اموره آزاد میشه رها میشه میگه همانا بنده در نظر ارتفاع یافته و احسانی عظیم به من کردی که جانم را رستگار ساختی و من قدرت آن ندارم که به کوه فرار کنم مبادا این بلا مرا فرود گیرد بمیرد اینجا داره لوط میگه که چونه میخواد بزنه با خدا میگه که تو به من احسانی عظیم کردی تو به من خسد نشان دادی محبت نشان دادی به خاطر احسان و محبت خدا هستش که مثلا یعقوب تا آخر عمرش برای لابان خدمت نکرد و از دست لابان خلاصی پیدا کرد اینو در خروج اه، اه، در پیدایش مذرد میخوانم فصل سی و دو میخوانیم آیه ده و من میبینم وقتم تمام شده پس میخوام که براتون دعا بکنم که فیض مسیح با شما باشه خواهش میکنم جلسه بعد ما ملحق بشید که ما تفکرمون راجب الهیات در تورات رو ادامه بدیم فیض مسیح با شما باشد